برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بر اثر تصادف 3 قطار مسافربری و باری در شرق هند، تاکنون 288 نفر کشته و دست کم 900 نفر زخمی شدند. این آمار در حالی است که نگرانی از افزایش شمار کشته ها و زخمی ها به علت شدت تصادف وجود دارد. بر اساس گزارش ها، 1 قطار مسافربری در ایالت اودیسای هندوستان پس از خروج از ریل به 1 قطار مسافربری دیگر برخورد و این قطار نیز متعاقباً با 1 قطار باری تصادف می کند. عبدالوهاب الساعدی رئیس سازمان ضد تروریسم عراق از هلاکت 27 سنی تندروی داعشی در 2 عملیات در الانبار و حمرین خبر داد. بر اساس این گزارش، عبدالوهاب الساعدی در جریان تمرینات نیروی هوایی عراق و با حضور محمد شیا السودانی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت نیروهای سازمان ضد تروریسم عراق توانستند 27 تروریست را در 2 عملیات در الانبار و حمرین به هلاکت برسانند. به افزود، ما به دنبال توسعه کار سازمان ضد تروریسم به وسیله ایجاد 1 واحد برای عملیات دریایی هستیم. تظاهرات جامعه مسلمانان در اعتراض به تخریب 1 مسجد در ادیس آبابا پایتخت اتیوپی بار دیگر از سوی پلیس سرکوب گردید. برخی رسانه ها گزارش کردند که در پی سرکوب و شلیک پلیس به سوی تظاهرات مسلمانان 3 تن جان باخته و 60 نفر دیگر نیز زخمی شدند. گفته شده بیش از 100 نفر دیگر نیز از سوی پلیس بازداشت شدند. این تظاهرات روز جمعه 12 خرداد پس از ادای نماز جمعه در ادامه اعتراضات هفته قبل در پیوند به تخریب مسجد بزرگ انور صورت گرفته است. چندین عبادتگاه مسلمانان در ادیس آبابا در ماه‌های اخیر به عنوان بخشی از 1 پروژه شهرسازی بحث برانگیز تخریب شده است که خشم مسلمانان را برانگیخته است. نتایج نظرسنجی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل نشان می‌دهد که بیش از 56% از آوارگان سوری مقیم لبنان خواهان بازگشت به کشورشان هستند و در مقابل 32% تمایلی به بازگشت به سوریه ندارند. بر اساس این نظرسنجی، کمبود فرصت شغلی، اوضاع امنیتی و کمبود خدمات اساسی و نبود زیرساخت‌ها عامل‌های پیش روی آوارگان سوری برای بازگشت به کشورشان هست. بر اساس گزارش های آماری در لبنان، 1,500,000 آوارگی سوری همکنون ساکن لبنان هستند که 805,326 نفر از آنها ثبت رسمی شدند و 51% از آنها زیر 18 سال دارند.